سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. ابتدا ران مرغ رو میپزیم با یک عدد پیاز، یک حب سیر و مقداری زردچوبه. وقتی کاملا پخته شد، 3 عدد هویج خرد شده، 1 فنجان زرشک، زعفران، 1 عدد پیاز، دارچین، فلفل و زردچوبه رو آماده میکنیم و میریم یک هویج بلوگه بسیار خوشمزه رو باهاش درست میکنیم. مواد لازم که گفتم برای 4 لیوان برنج کافی هست. ابتدا هویج ها رو کاملا تفت میدیم حدود 7-8 دقیقه روی شعله ملایم. زرشک رو در مرحله آخر 1-2 دقیقه سرخش، سرخ اصلا لازم نیست بشه، 1-2 دقیقه تفت داده بشه کافیه. حالا مرغ ها رو به مایتابه اضافه میکنیم، سرخشون میکنیم به خاطر خوش رنگ تر شدنشون. حالا پیاز رو سرخ کردم، به مرحله که طلایی رنگ بشه برسه مرغ هامون رو بهش اضافه میکنیم. حدود 5 دقیقه هم به این شکل مرغ رو با پیاز تفت میدیم. این کار باعث خوشمزه تر شدن غذامون میشه. هویج و زرشک رو که مخلوط کرده بودیم اضافه میکنیم. همونطور که میبینید این غذا بسیار خوش رنگ هست و همونطور بسیار خوش طعم و خوشبو. شما میتونید از هر ادویه‌ای خودتون علاقه دارین بهش استفاده کنین در غذا. من بهش دارچین اضافه میکنم، فلفل، زعفران. شما میتونید از زیره یا گلاب هم استفاده کنید. من البته ضرورتی ندیدم برای استفاده از همین این به اصطلاح ادویه ها. من معمولا استفاده از ادویه به کسی که از غذا استفاده میکنه بستگی داره. حالا میریم برای آماده کردن برنج. برنجمون رو روی شعله تقریبا تند میگذاریم تا به جوش بیاد. وقتی که برنجمون کاملا نیم پز شد، نه کاملا پخته شده نه خام، نیم پز، میریزیم داخل آبکش. مقداری آب سرد روش میریزیم. قابلمه‌مون رو میگذاریم روی شعله ملایم. روغن و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. سیب زمینی که حلقه حلقه کردن رو میذاریم. البته شما میتونید این مرحله رو انجام ندید یا هر چیز دیگه یا هر تحتی که دیگه که دوست دارید استفاده کنید. مقداری برنج بهش اضافه میکنیم و مقداری از موادمون رو روی برنج میذاریم. مواد رو کاملا با هم دیگه مخلوط کردیم. حدود 1 ساعت میذاریم روی شعله بسیار ملایم. غذای ما آماده است. تا زمانی که سیب زمینی‌ها سرخ بشن غذا